کشور هند که سرزمین ادیان و مذاهب به شمار می رود در حال ورود به اوضاع پرتنشی است این تنشها را هندوهای افراطی به وجود آورده و حکومت است که حامی آنهاست بر آتش این تنش ها می دمد. در همین راستا ساخت مساجد در هند ممنوع اعلام شده است همکارم علی اکبری گزارش می دهد هند کشوری که تعداد زیادی از ادیان و مذاهب را در خود جای داده مدتی است درگیر افراطیگری هندوها شده و در حال ورود به نارامی های گسترده ارزیابی شده است با این حال حکومت نیز بر آتش این نارامی ها دمیده و آن را شعله ورتر می کند در همین راستا دولت هند دستور توقف ساخت مساجد جدید در این کشور را صادر کرده است این در حالی است که اقامه نماز از سوی هندوها در فضاهای عمومی هم ممنوع شده است معترضان هندو در شهر گورگان مدعی هستند که اقامه نماز در فضای باز یک خطر امنیتی است باعث مشکلات ترافیکی می شود و از بازی کریکت کودکان جلوگیری می کند انتخاب نارند رامودی به عنوان نخست وزیر در سال 2014 گروه های تندرو هندو را جسورتر کرد گورگان یکی از شهرهای مدرن پایتخت دهلی نو است و در حدود 500 هزار مسلمان یا در آنجا زندگی می کنند یا برای کار به این منطقه مهاجرت کردند. این شهر دارای 15 مسجد است اما دولت محلی اجازه ساختن مساجد بیشتر را رد کرده و این در حالی است که تعداد معابد هندو روز به روز در حال افزایش است. این امر جامعه مسلمانان را وادار کرده که نماز جمعه را در فضاهای باز برگزار کنند. در سالهای اخیر گروه های هندو سرگین گاو را در مکانهای عبادی اسلامی پاشیده و نمازگزاران را تروریست و پاکستانی می خانند. در همین حال دولت محلی به طور پیوسته تعداد عبادتگاه های تایید شده در فضای باز را کاهش داده است. در اوایل ماه جاری وزیر ارشد ایالت هاریانا یکی از اعضای حزب بهاراتیا جاناتا اعلام کرد که نماز در فضای باز در گورگان دیگر قابل تحمل نخواهد بود در سرتاسر سر شهر صدها مسلمان در صف می تا به نوبت در یکی از تنها شش مکان نماز باقی مانده که هنوز در دسترس هستند عبادت کنند صابر قاسمی یک روحانی مسلمان در اجلاس نماز به خبرگزاری فرانسه گفت اگر دولت راه حلی برای این موضوع پیدا نکند موضوع پیچیده تر و جدی تر می شود حال باید دید دولت مردان هندو همچنان مایل به سرکوب بیشتر مسلمانان و وقوع درگیری های خونین هستند یا می رویه خود را تغییر دهند